با وسیله خود او ریشه دوانیده بودند، میخواست از کمونیست‌ها فاصله بگیرد. روی این علت حمید محتاط را به جرم عدم اطاعت بر کنار می‌سازد و پاچاگل وفادار را که خانم روسی داشت به نام سفیر از کشور بیرون می‌کند. مسکو اعتماد خود را نسبت به داوود از دست می‌دهد و او را نزد خیش فرا می‌خواند تا در زمینه وی را هشدار دهد. 17 و 18 اپریل 1978 برژنف تای ملاقاتی از داوود میپرسد که آیا راست است که شما خواهش اعزام مشاورین را از امریکا بردهید؟ و داوود در برابر پاسخ میدهد که من رئیس جمهوری یک مملکت آزاد هستم و کسی حق طرح چنین پرسشی را از من ندارد. داوود به زودی دیدار از مسکو را قطع میکند. سردار غافل بدون آن که متوجه تصفیه کمونیست‌ها در اردو گردد، جلالر جاسوس کجبی را در ترکیب هیئت مایتی خود شامل ساخته و سفرهای متعددی را جهت دریافت کمک‌ها و آماده سازی زمینه تحصیل افسران افغان به کشورهای هند، مصر، عربستان و کویت انجام می‌دهد. داوود در عربستان مراسم حج عمره را نیز ادا می‌نماید، اما نمی‌شود فراموش کرد که همین داوود به حکم خود وفادارترین اعضای نهضت اسلامی کشور را یا شهید ساخته یا به نحوی در شهادتشان دست داشته است. گفته می‌شود ضمن دیدار داوود از کویت، امیر کویت به داوود گفته بود که اگر واضحاً افغانستان را در برابر شوروی قرار دهد، کویت چک سفیدی را به او خواهد سپرد. اواخر حمل 1357 داوود پس از سلسله مذاکرات ظاهرا موافقانه به کابل برمیگردد. کمونیست های خلق و پرچم به وسیله جلالر جاسوس کیجبی در جریان مذاکرات داوود قرار میگیرند و آن را به مسکو گزارش میدهند. امین بعد دستور و کمک کیجبی از گذشته ها گروپی را در اردو پرورش داده بود. او چند بار طرح کودتا ریخت، اما با مخالفت کریچکوف عامل استخبارات کیجبی مواجه گردید. 6 ثوری 1357 سران حزب کمونیست خلق به امر سردار داوود به زندان انداخته می شوند، اما داوود بنابر موجودیت کمونیست ها در کابینه نمی تواند در مورد سرنوشت آنها تصمیم قاطع اتخاذ نماید. داوود فکر می کرد که پس از گرفتاری سردسته ها از صفوف کاری ساخته نیست. امین که در نظارت قرار داشت هدایتی را با وابستگان نظامی خیش می رساند. جگلن محمد رفی، مزدوریار، گلابزوی، جگلن اسلم بتنجار و دگروال عبدالقادر رئیس ارکان قوای هوایی صبح 7 ثوری 1357 دست به کودتای داوود میزنند و در ضمن یورشی که 600 نفر نظامی کمونیست در آن اشتراک داشتند، مقاومت گارد جمهوری به زودی در هم میشکند. 5 اسب امیر رادیو افغانستان اشغال میگردد. با آنکه تصاویر مستند از این صحنه در دست نیست، اما جریان شاید به همین سادگی بوده باشد. بزودی پس از اشغال رادیو، امین اعلام دارد که وطنجار اعلامیه شورای انقلابی را میخواند و داوود در حالی که زنده است خبر مرگ خود را از رادیو میشنود. نظامی انقلابی شورا اعلامیه اسلام و تنجار دی زردان دی قوا و جگرن او روی دی نظامی انقلابی شورا اعلامیه اسلام و تنجار دی زردان دی قوا و جگرن او روی دی لومنی زنگ پارا پو تاریخ چی دی سلطنت ظلم استبداد رستنی بقایا او دی نادرخان دی کورانه قدرت پایتا ورسی او طول دولتی قدرت و لستا لستا ورغه دولتی قدرت د عسکري انقلابي شورا په پوره واک او اختیار کې ده. ګرانو وطنوالو، ستاسو ولسي دولت چې د انقلابي شورا په لاس کې دی خبر درکوي چې هر ضدي انقلابي سړی چې وغواړي چې د انقلابي شورا له هدایت او مقرراتو څخه سر وغړوي، ژر تر ژره یې د نظامي انقلابي مراکزو ته وسپاري. دگر جنرال غلام حیدر رسولی وزیر دفاع نمیتواند فرقه 8 را برای مقاومت آماده سازد و به زودی کشته می شود. لملای بریدمن امام الدین داوود را به تسلیمی دعوت می کند، اما داوود به او می گوید که تو یک ضابط هستی و من رئیس جمهور، از من اطاعت کن. و به این گونه داوود هدف رگبار قرار می گیرد و کشته می شود و در نتیجه 29 تن از نزدیکان داوود نیز به قتل می رسند. بنابر گفته یک توریست که در هتلی در نزدیکی ارگ اقامت داشت، تفاوت‌های زیادی در مهارت‌های پیلوتان حمله کننده بر ارگ وجود داشت.
و حتی پیلوتان روسی نیز در کودتا شرکت داشتند. به این ترتیب کودتای روسی خلقی ها به پیروزی می رسد و صفحه تراژدی تاریخ افغانستان آغاز می یابد. بخش نخست، دولتداران بی تجربه، مخالفت های جدید خلق پرچم. بخش نخست، دولتداران بی تجربه، مخالفت های جدید خلق پرچم. پس از صورتگیری کودتای کمونیستی، دسته های خلق و پرچم تحت فشار بیشتر حزب کمونیست شوروی و سازمان جاسوسی کگیبی قرار می گیرند تا به هر شکلی که شده در ائتلاف با هم حکومتی را تشکیل دهند. در گذشته در سال 1346 بود که گروه پرچم با سردستگی ببرک کارمل روابط خود را با جناح خلقی ها قطع نمود و بعدها در سال 1356 هنگامی که شوروی از محمد داوود به هراس می افتد، خلق و پرچم را وادار می سازد تا با هم آشتی نمایند. گروه های خلق و پرچم که تقریبا در عملیات ضد داوود نیز اشتراک مساویانه داشتند، عصر هفت سال 1357 شورای انقلابی قوای مسلح را به اشتراک دگربال عبدالقادر، جکلن محمد رفی، شیرجان مزدوریار، گلابزوی، استم وطنجار و برخی دیگر تشکیل می دهند که 3 روز پس از کودتا در 10 سور 1357 برابر به 3 اپریل 1978 به این نتیجه می رسند تا نور محمد ترکی سردسته گروه خلقی ها را به حیث رئیس شورای انقلابی و صدر اعظم رژیم کمونیستی بپذیرند. البته در این رابطه شوروی ها نقش فعالی را بازی می نمایند. 11 سوری 1357 طی فرمان شماره 2 شورای انقلابی، ترکیب حکومت کمونیستی که در آن دسته های خلق و پرچم در حد مساویانه اشتراک داشتند به این ترتیب اعلام می‌گردد. ببرک کارمل، سردسته جناح پرچم، معاون شورای انقلابی و معاون صدر اعظم. حفیظ الله امین، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه خلقی. جکلن محمد اسلم وطنجار، معاون صدر اعظم و وزیر مخابرات خلقی. دگربال عبدالقادر وزیر دفاع پرچمی. نور احمد دور وزیر داخله پرچمی. دکتر شاولی وزیر صحت عامه خلقی. دستگیر پنچیری وزیر تعلیم و تربیه خلقی. سلطان علی کشتبند وزیر پلان پرچمی. عبدالکریم میساق وزیر مالیه خلقی. محمد حسن بارق شفیعی وزیر اطلاعات و کلتور پرچمی. سلیمان لائق وزیر رادیو تلویزیون پرچمی. دکتر اناهیتا راتبزاد وزیر امور اجتماعی پرچمی. دکتر سالی محمد زیری وزیر زراعت خلقی. محمد اسماعیل دانش وزیر معدن و صنایع خلقی. نظام الدین تهذیب وزیر سرحدات پرچمی. محمد منصور هاشمی وزیر آب و برق خلقی. محمود سوما وزیر تعلیمات عالی خلقی. عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی سارنبال خلقی. جکلن محمد رفی وزیر فواید عامه پرچمی و عبدالقدوس گربندی وزیر تجارت خلقی. همچنان سازمان جاسوسی اکساد افغانستان دیگه تود ساتل و اداره با اسدالله سروری که در قساوت و بیرحمی شهرت داشت و همزمان به ترکی و کارمل نزدیک بود سپرده شد. ترکی که رفاقاش او را نابغه شرق جامعه زدن، از جاهلترین افراد جناح خلق بود. او به سال 1917 برابر به 1296 در ناوه غزنی تولد یافت و پدرش نظر محمد شغل دهقانی داشت. ترکی پس از انجام دوره ابتدایی مکتب به سال 1311 کاتب شرکت پشتون قندهار شد و 3 سال بعد به صفت نماینده مجید زابولی رئیس شرکت به بمبئی اعزام شد. او در طول اقامت خود در هند اردو و انگلیسی آموخت و با خان عبدالغفار خان و برخی اعضای حزب کمونیست هند روابطی برقرار کرد.